به نام یگانه آفریدگار عشق و آگاهی. سلام به شما همراهان چله قانون جذب. سلام. برازنده هستم، خیلی هم برازنده هستم در خدمت شما با مراقبه اول از چله قانون جذب. بیاد داشته باش، هزینه استفاده از این تکنیک اینه که اون رو حداقل برای 10 نفر دیگه که به این تکنیک نیاز دارن یا به اون علاقه مند هستند فوروارد کنی و در اختیارشون بذاری. آماده مراقبه باش. در حالت مراقبه نشسته یا درازکش، ترجیحاً درازکش، در راحت ترین فرم ممکن خودتو رها کن. چشمات رو ببند، توجهت رو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی. میخوام از طریق چشم سوم در مرکز پیشانی نفس بکشی، یعنی میخوام توی تصویر ذهنیت تجسم و احساس کنی که هوای دم و بازدم از چشم سوم در مرکز پیشانی وارد و خارج میشه. درسته هوا در اصل از بینی وارد و خارج میشه، ولی تعمدن میخوام برای تحریک چاکرای شماره 6، چاکرای چشم سوم در مرکز پیشانی، شما آگاهانه تجسم کنی، تصویر سازی کنی و احساس کنی که هوای دم و بازدم از مرکز پیشانی از چشم سوم وارد و خارج میشه. به این ترتیب هم نفس عمیق میکشی، آرامش جذب میکنی و هم چشم سومت رو تحریک میکنی، یعنی جایی که مرکز افکار و اندیشه های شماست. پس در حالی که در راحت ترین فرم ممکن خودتو رها کردی، توجهتو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی، نفس عمیق بکش، نفسهای عمیق 4 مرحله‌ای و همزمان تجسم و احساس کن که هوای دم و بازدم به جای بینی از چشم سوم در مرکز پیشانی وارد و خارج میشه. لحظاتی بهت فرصت میدم تا به این ترتیب نفس عمیق بکشی، آرامش رو جذب و دریافت کنی و چشم سومت رو تحریک کنی. شروع کن. نفس‌های عمیق، توجه بر چشم سوم، دم و بازدم از چشم سوم، تحریک چشم سوم و دریافت آرامش. عالیست. عالی. لحظاتی از چشم سوم در مرکز پیشانی، یعنی همون چاکرای ششم که با افکار و اندیشه ها در ارتباط هست، نفس عمیق کشیدی، هم آرامش رو دریافت کردی، هم این چاکرا رو تحریک کردی. حالا میخوام برای دریافت آرامش بیشتر لحظاتی از چاکرای 4، چاکرای قلب در وسط جناق سینه نفس عمیق بکشی. چاکرای قلب، چاکرای 4 که در مرکز قفسه سینه درست در وسط استخوان جناق سینه قرار گرفته، مرکز احساسات و عواطف ماست و احساسات و عواطف ما به شدت با افکار و اندیشه های ما ارتباط داره.
میخوام لحظاتی از چاکرای قلب، چاکرای چهارم در مرکز استخوان جناق سینه، درست در وسط جناق سینه نفس عمیق بکشی، یعنی تجسم و احساس کنی که دم و بازدم از چاکرای چهارم هست. اینجا هم مثل مرحله قبلی است، درسته دم و بازدم از بینی است، ولی شما توی تصویر ذهنیت ببین، تجسم کن، فرض کن، احساس کن که دم و بازدم از چاکرای قلب هست. به این ترتیب هم آرامش بیشتر رو دریافت میکنی و هم چاکرای قلبت یعنی مرکز احساسات و عواطفت رو تحریک میکنی. لحظاتی بهت فرصت میدم تو از چاکرای قلبت نفس عمیق بکشی، این چاکرا رو تحریک کنی و آرامش بیشتر رو هم دریافت کنی. شروع کن. توجهت بر چاکرای قلب هست، از این چاکرا نفس عمیق میکشی، آرامش بیشتر رو جذب و دریافت میکنی. عالیست. عالی. لحظاتی از چاکرای قلبت در مرکز استخوان جناق سینه نفس عمیق کشیدی، هم چاکرای قلبت مرکز احساسات و عواطف رو تحریک کردی و هم آرامش بیشتر رو جذب و دریافت کردی. به این ترتیب دو تا چاکرای مهم یعنی چاکرای چشم سوم، همون چاکرای ششم در مرکز پیشانی، مرکز افکار و اندیشه ها، و هم چاکرای قلب، مرکز احساسات و عواطف رو تحریک کردی. خب میریم سراغ بخش اصلی تمرین. چله ما در مورد قانون جذب و جذب بهترین هاست. پایه و اساس قانون جذب افکار، اندیشه ها، احساسات و عواطف هست. قانون جذب چیه؟ چی میگه؟ میگه به هر چی فکر کنی همونو جذب میکنی. ولی چرا خیلی ها موفق نیستن؟ چون توجه نمی کنند که پایه و اساس قانون جذب افکار، اندیشه ها و احساسات و عواطف مثبت و معنوی است. پس افکار و احساسات مثبت و معنوی پایه و اساس قانون جذب هست. یعنی باید ذهنت رو با افکار مثبت و معنوی و دلت رو با احساسات مثبت و معنوی لبریز کنی. یاد داشته باش شما خودت شخصا یک مرکز و یک عامل تولید و انتشار افکار و احساسات هستی، اما از مثبت یا منفی. همچنین شما یک عامل جذب هستی، یعنی افکار و احساساتی که دیگران تولید و پخش میکنن رو جذب میکنی، چه مثبت چه منفی. پس دو تا کار مهم باید انجام بدی. یک، خودت عامل تولید و انتشار افکار و احساسات مثبت و معنوی باشی. دوم، فقط افکار و احساسات مثبت و معنوی رو جذب کنی، نه منفی ها رو. پس مثبت تولید و پخش کنی، مثبت هم جذب کنی. یعنی افکار و احساسات منفی تولید و پخش نکنی، همچنین افکار و احساسات منفی جذب نکنی.
با این مقدمه میریم سراغ بخش اصلی. در حالی که توی حالت مراقبه در کمال آرامش قرار داری، میخوام این عبارت تأکیدی رو آگاهانه و عاشقانه با خودت زمزمه کنیم. بسیار حائز اهمیت هست که این عبارت رو با توجه، با تمرکز، با همه وجودت و آگاهانه و عاشقانه تکرار کنی. توجهتو بیار بر چشم سوم در مرکز پیشانی، آگاهانه و عاشقانه بگو. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. میخوام لحظاتی بهت فرصت بدم تا این عبارت تأکیدی رو آگاهانه و عاشقانه در دلت، در ذهنت نجوا کنی. پس در حالی که توجهت بر چشم سوم هست، آگاهانه و عاشقانه بگو: من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. همینو نجوا کن. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. من همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. همواره عامل تولید، انتشار و جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی هستم. عالی است.
یادت باشه پایه و اساس قانون جذب افکار و احساسات مثبت و معنوی است. هم تولید میکنی، هم پخش میکنی، هم جذب میکنی. در حالی که همچنان آرامش تمام وجودت رو پر کرده، تو این مرحله میخوایم فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو از فرشتگان الهی درخواست کنی. پس توجهتو بیار بر چاکرای قلبت در مرکز استخوان جناق سینه، مرکز احساسات و عواطف. در حالی که توجهت بر چاکرای قلب درست در وسط استخوان جناق سینه هست، با تمام وجودت با توجه و تمرکز آگاهانه و عاشقانه اینجوری درخواست کن. فرشتگان الهی درخواست میکنن همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنن همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. همین رو نجوا کن. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید. فرشتگان الهی درخواست میکنم همواره فراوانی افکار و احساسات مثبت و معنوی رو بر من و عزیزانم جاری کنید.
عالیست. عالیست. عالی. 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 شما خودت شخصاً باید عامل تولید و انتشار افکار و احساسات مثبت و معنوی باشی و فقط از دیگران افکار و احساسات مثبت و معنوی رو جذب کنی و همچنین وجود خودت رو باز بذاری، دریافت کننده باشی و از فرشتگان الهی درخواست کنی تا وجودت رو با افکار و احساسات مثبت و معنوی لبریز کنند. این پایه و اساس قانون جذبه. اگر این بیس، اگر این پایه، اگر این فوندانسیون رو درست کردی، در قانون جذب موفق میشی. غیر از این باشه وقتت رو تلف میکنی و به جایی نمیرسی. پس این تمرین اول، این مراقبه اول بسیار پایه‌ای، اساسی و کلیدی است. یعنی شالوده این چله است. این مراقبه رو در 4 روز اول چله، یعنی روزهای اول تا 4 هر روز 2 نوبت گوش میدی تا پایه و اساس لازم رو ایجاد کنی. حالا میخوام برای لحظاتی توی چشم سومت در مرکز پیشانی یه لامپ نیلی رنگ تجسم رو احساس کنی و همزمان توی چاکرای قلبت یه لامپ سبز رنگ. پس به نرمی و لطافت ببین و احساس کن که در چشم سوم چاکرای شماره 6 در مرکز پیشانی یه لامپ نیلی رنگ روشن، قشنگ، زیبا و درخشان قرار داره و این ناحیه رو با نور زیبای خودش روشن کرده به رنگ نیلی. همزمان ببین و احساس کن که چاکرای قلبت در وسط استخوان جناق سینه با یه لامپ سبز رنگ روشن، قشنگ، زیبا، درخشان، نورانی روشن شده و سرشار از نور سبز هست. سبز هست. لحظاتی بهت فرصت میدم این دو تصویر رو همزمان به نرمی و لطافت تجسم کن، ببین، احساس کن، این چاکراها رو فعال کن و لذت ببر. و لذت ببر. عالیست. عالیست. عالی. 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 یادت باشه احساسات و عواطفت سوخت و بنزین افکار و اندیشهات هست، یعنی این دوتا باید با هم کار کنن. دل و ذهنت، چاکرای قلب و چاکرای چشم سومت، احساسات و عواطف و افکار و اندیشهات باید با هم متحد بشن، با هم کار کنند تا بتونی از طریق قانون جذب بهترین ها رو جذب کنی. هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی نمیتونن بهت کمک کنن برای جذب، هر دو با هم. پس باید همواره تمام وجودت به ویژه دل و ذهنت و افکار و احساسات مثبت و معنوی پر باشه. پر باشه. اونقدر پر باشه که دیگه جایی برای منفی ها نمونه و این مراقبه این کمک رو بهت میکنه. مطمئن. یه نفس عمیق بکش. مراقبه ما تمام هست. لازم هست سپاسگزار خودت و فرشتگان الهی باشی، یعنی هم از خودت و هم از فرشتگان الهی تشکر و قدردانی کنی. لحظاتی کوتاه بهت فرصت میدم تا این کار رو انجام بدی.
عالیست، عالیست، عالی، عالی، عالی. یه نفس عمیق بکش. عمیق بکش. توجهتو بیار بر جسم فیزیکی. با چند تا نفس عمیق آروم آروم از مراقبه خارج میشی، چشمات رو باز میکنی، یگانه آفریدگار عشق و آگاهی رو سپاس میگی، در حالی که تمام وجودت سرشار از افکار و احساسات مثبت و منفی است.